سلام به همه دوستان عزیزان، امروز تو این ویدیو میخواییم دلایل خریدن و نخریدن L90 اتومات رو با هم بررسی کنیم تا انتهای ویدیو همراه ما باشیم. L90 اتومات محصول کمپانی ایران خودرو سال 96 تولید شد و از سال 96 به بعد نسخه فیسلیفت اینو به اسم توندر پلاس اتومات توی بازار ایران میبینیم. این ماشین یه موتور 1.6 لیتری 16 سوپاپ داره با کد موتور K4M که به کمک یه گیرباکس 4 سرعته میتونه 105 بخور قدرت و 140 نیوتن متر گشتاور تولید کنه. بریم سراغ دلایل خریدن این ماشین. دلیل اول و مشهود در این دلیل خرید این ماشین که دیگه الان خیلی ها میدونن استهلاک پایین این ماشینه. این ماشین نسبت به بقیه رقباش هزینه کمتری برای مالک میتراشه و زیاد خرجی نداره جز همون قطعات مصرفی. دلیل دوم برای خریدن این ماشین خدمات پس از فروش خوبیه که داره. ایران خودرو این ماشین رو تولید کرده و توی خدمات پس از فروش چیزی کم نمیذاره. ایمنی نسبتا خوب این ماشین دلیل بعدی برای خریدنشه. درسته که توی مؤسسه ایمنی یورینکا فقط 3 تا ستاره ایمنی گرفته، ولی با این وجود توی رقیباش خبری از اصلا ستاره ایمنی نیست و نسبت به بقیه رقبا ایمنی بهتری داره. و آخرین دلیل برای خریدن L90 اتومات قدرت فنی خوبیه که داره. ابتدای ویدیو گفتم این موتور 1.6 لیتری میتونه 105 بخور قدرت تولید کنه و هماهنگیش با گیرباکس 4 سرعته به نسبت مناسبه. خب اومدیم سراغ تست رانندگی این ماشین. به صورت مختصر بخوام بگم واقعا فنی و شتاب خوبی داره نسبت به بقیه رقیباش، با اینکه حالا اتوماته. هماهنگی گیرباکس و موتور خوبه، معکوس به موقع انجام میده، دنده رو نسبتا به موقع سبک میکنه. بخوام حالا تو حالت تیپ ترونیک هم چکش کنیم، بخوام سری دنده عوض کنم، بلافاصله دنده رو سبک میکنه. حالا تو معکوس دادنم همینطور. هماهنگیش خیلی مهم بود که هماهنگی خوبی داره. دلایل خریدن این ماشین تست رانندگی شما هم انجام دادیم، بریم سراغ دلایل نخریدن L90 اتومات. میرسیم سراغ دلایل نخریدن این ماشین. دلیل اول برای نخریدن L90 اتومات یا کلا L90 امکانات رفاهی پایینشه. این ماشینا تقریبا هیچ آپشن ندارن و حتی صندلی‌هاش هم چه راننده چه کمک راننده دستیه و برای خوابوندن صندلی هم یه اهرام چرخشیه. در این حد آپشن نداره این ماشین. دلیل بعدی برای نخریدن این ماشین میتونه کابین بیروح و ساده‌ای که داره باشه، دریچه تهویه‌ای گرد و خیلی معمولی و پلاستیک و متریالی که توی کابین هم استفاده شده کیفیت نسبی دارن، اونقدر با کیفیت نیستن. یه نکته در مورد سال تولید این ماشین بگم. L90 اتومات تولید شد تا سال 96، بعد از اون نسخه فیسلیفتش رو میدیدیم که شد توندر پلاس اتومات. همین قضیه میتونه روی بازار خرید و فروش این ماشین و بازار دست دومش تاثیر منفی بذاره، اما توی نسخه‌های دنده خبری از تاثیر منفی نیست و بازار خیلی خوبی دارن. کلا ماشینای لوگان یا همون خانواده L90 ظاهر زیبایی ندارن، نه جوان پسنده نه عامه پسنده. خیلی ها شاید دوست نداشته باشن این ماشین و طراحیش رو فقط به خاطر استهلاک پایینش بخرن، پس طراحی ظاهری ضعیفش هم میتونه دلیل بعدی برای نخریدن این ماشین باشه. این هم از دلایل خریدن و نخریدن L90 اتومات. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه. منتظر نظرتون هستیم. مثل همیشه دم همتون گرم.